با نام و یاد خدا سلام عرض می کنم خدمت دوستان و همراهان عزیز مجموعه فرادرس. پیام اشتیاقی هستم که با آموزش مقدماتی PLC کینکو که برای مجموعه فرادرس تهیه شده در خدمت شما دوستان و همراهان عزیز خواهیم بود. در بخش اول ابتدا مقدمه در مورد کنترل کننده های منطقی برنامه پذیر صحبت میشه. سپس انواع PLC کینکو رو خدمتتون معرفی خواهیم کرد و در بخش آخر ساختمان و اجزای PLC کینکو معرفی خواهند شد. ابتدا می‌پردازیم به مقدمه در مورد کنترل کننده های منطقی برنامه پذیر. PLC مخفف عبارت پروگرامبل لاجیک کنترلر، نسل جدیدی از کنترل کننده های صنعتی هستند که به صورت منطقی برنامه ریزی شده و عمل می کنند. این کنترل کننده ها به صورت کامپیوترهای کوچک هستند و به عنوان یک جایگزین برای مدارات فرمان و مدارات ریلی کنتاکتوری به منظور کنترل فرایندهای صنعتی به کار برده می شوند. مدارات فرمان و تابلو برقهای سنتی به دلیل معایب چشمگیری که دارند کنار گذاشته شدند و PLC ها جایگزین اونها شدند. از جمله معایبی که مدارات فرمان دارند می تونیم به تلفات بالا شامل تلفات مکانیکی، تلفات الکتریکی و تلفات مغناطیسی اشاره کنیم که تلفات مکانیکی بر فرض مثال ناشی از رله ها میشه، رله ها عملشون مکانیکی هستش. تلفات الکتریکی اگه بخوایم مثال بزنیم تلفات مسی مربوط به سیم ها و سیم کشی ها هستش و تلفات مغناطیسی رو اگه بخوایم مثال بزنیم بوبین کنتاکتور هست که به صورت مغناطیسی عمل میکنه. راندمان و بازدهی پایین هم از جمله معایب مدارات فرمان هستش. هزینه ساخت بالا هست. عدم انعطاف پذیری در ساختار کنترلی تابلو برق که از جمله معایب اصلی مدارات فرمان هست. بر فرض مثال شما اگه بخواید یه خط دیگه ای طراحی کنید، در ساختار تابلو برق نیاز هست که تجهیزات و ادوات بیشتری اضافه کنید و تابلو برق حجمش بیشتر میشه و دیگه شما اون انعطاف پذیری لازم رو در تابلو برق مشاهده نخواهید کرد، ولی PLC ها انعطاف پذیریشون بسیار بالا هست، چرا که شما می توانید با استفاده از یک ماژول افزایشی خطتون رو طراحی کنید، حتی یه خط نه، خطهای دیگر رو هم میتونید طراحی کنید و در ساختار تابلو برق تفاوت چندانی نخواهد داشت، یعنی تابلو برق ساختارش زیاد پیچیده نخواهد شد. از جمله معایب دیگر تابلو برق ها یا مدارات فرمان ایبیابی نسبتاً دشوارشون هست، درجه حفاظت و قابلیت اطمینان قاعدتاً پایین میاد، نیاز به تعمیرات و سرویس های دوره‌ای هم دارند، چرا که اگر تابلو برق شما شامل تجهیزات و ادوات بیشتری باشه، سیم کشیاش بیشتر باشه، رله ها، کنتاکتورها، تایمرها و کانترهای بیشتری درش استفاده بشه، در نتیجه تعمیراتش هم به مراتب بیشتر و بیشتر میشه. مواردی که بهشون اشاره کردیم از جمله معایب اصلی مدارات فرمان بودند. در نتیجه با توجه به موارد اشاره شده و کاربرد روزافزون این کامپیوتر کوچک در صنایع و کارخانجات مختلف از جمله پتروشیمی، نفت، گاز، فراگیری سخت افزار و نرم افزار و همچنین آموزش برنامه نویسی توسط نرم افزارهای آن به صورت منطقی از اهمیت بالایی برخورداره. شما به این کلمه و واژه منطقی دقت کنید. وقتی میگیم منطقی یعنی شما میتونید یه برنامه رو با استفاده از دو روش طراحی کنید و بنویسید. یعنی برنامه شما میتونه تو 10 تا نتورک نوشته بشه یا تو 2 تا نتورک و این دوتا با هم دیگه از لحاظ منطقی بودن بسیار متفاوت هستن. پس منطقی نوشتن برنامه رو ما میخوایم در این آموزش خدمتتون یاد بدیم، چرا که منطقی بودن باعث مقرون به صرفه بودن میشه و سرعت برنامه رو بالاتر میبره. در بخش دوم میخوایم انواع PLC کینکو رو خدمتتون معرفی کنیم. PLC های کینکو در 4 نوع کادو، کاسه، K5 و F1 وجود دارن که PLC های سری کادو تقریبا از رده تولید خارج شدن، ولی به عنوان نمونه یک PLC سری K205 در تصویر روبرو براتون نمایش داده شده که ملاحظه میفرمایید به این صورت هست. سری کاسه که این نسل از PLC ها در حال خروج از رده تولید هستند، یعنی همچنان استفاده میشن ولی تولیدشون کمتر شده، یعنی دارن از رده تولید خارج میشن.
یک نمونه از PLC کاسه هم در تصویر نمایش داده شده که CPU 306 هستش برای PLC های سری کاسه. سری K5 که هدف آموزش ما هستش، یعنی ما در این آموزش با سخت افزار و CPU سری K5 سر و کار داریم که این CPU ها و این PLC ها در مقایسه با PLC های سری کاسه پردازنده قوی تری دارند، کانال خروجی پالس با فرکانس بالاتری دارند و پورت های ارتباطیشون بیشتره. همطور که ملاحظه می فرمایید، پورت های ارتباطی که در این قسمت نمایش داده شده در PLC های سری K5 بیشتره، کانکتور مربوط به ورودی ها و خروجی ها بیشتره و نمونه از PLC سری 506 EA به نظرم هستش که در اینجا واضح خونده نمیشه. چهارمین نسل از PLC های کینکو و جدیدترین نسلشون سری F1 هستش. نرم افزار مورد استفاده برای این نوع PLC ها با PLC های قبلی که کینکو بیلدر هستش متفاوته و این نرم افزار تحت عنوان کودسیس از شرکت 3S هستش. دارای CPU بسیار قوی هستند، عملکرد پایدار و قوی با سرعت بالا رو دارن، قابلیت برقراری ارتباط از طریق شبکه CAN رو هم دارن که با تجهیزات جانبی دیگر از جمله ماژولهای ورودی خروجی، کنترلرهای سرو و درایو و غیره میتونن ارتباط برقرار کنن. و یک نمونه از این PLC هم در تصویر ملاحظه میکنید. در بخش آخر میخوایم در مورد ساختمان و اجزای PLC کینکو صحبت کنیم. برای مثال در این قسمت سری کادو رو مثال زدیم که ساختمان و اجزای PLC سری کادو به این صورت هست که ملاحظه می‌فرمایید، کانکتور مربوط به ورودی‌ها و خروجی‌ها که در این قسمت حرف کیو نوشته شده مربوط به خروجی‌هامون هست، می‌تونیم سیم‌کشی‌های مربوط به خروجی‌ها رو از این قسمت انجام بدیم و برای ورودی‌ها که با حرف آی نوشته شده از این قسمت هست. سویچ مربوط به حالت ران و استاپ رو در اینجا ملاحظه می‌فرمایید. USB programming port از این قسمت هست که میتونیم برنامه رو دانلود کنیم یا بر روی PLC بریزیم و این اجزام LED های نشانگر وضعیت کاری CPU هستن. البته برای CPU این ستا هست run, stop, com و برای خروجی ها این قسمت و برای ورودی ها LED هاشون به این صورت هست که ملاحظه میکنید. بر فرض مثال اگر ورودی اول روشن باشه، یعنی ورودی اول رو فعال کنیم، این LED مربوط به ورودی اول با آدرسش روشن میشه، یا بر فرض مثال از خروجی ها خروجی Q0.0 فعال بشه، اینجا LEDش هم همزمان روشن میشه. در این قسمت هم سری K5 رو مثال زدیم که هدف ما در این آموزش هم سری K5 هست. LED های نشانگر وضعیت کاری CPU در این قسمت، LED نشانگر خروجی ها که با حرف Q نمایش داده شدن در این قسمت و برای ورودی ها در این قسمت پایینی هستند، کانکتور مربوط به سیم کشی ورودی ها در این قسمت و خروجی ها در قسمت بالا هستش، سویچ مربوط به حالت ران و استاپ رو در این قسمت ملاحظه می فرمایید، ریل 35 میلیمتری که PLC روش سوار میشه و در تابلو برق قرار میگیره در این قسمت هست که PLC از این قسمت از طریق ریل سوار میشه و روی تابلو برق قرار میگیره. پورت های ارتباطیش در این قسمت قرار دارن که ملاحظه می فرمایید با PLC های دیگر، با شبکه های دیگر میتونیم از این قسمت ارتباط رو برقرار کنیم و اینجا هم پایه نگهدارنده PLC هست که M4 mounting hole هست و expansion bus port در این که بخوایم گسترش بدیم ورودی ها و خروجی هامون رو، از این قسمت و از این پورت ها استفاده می کنیم و این هم ساختمان و اجزای PLC سری K5 هستش. و در بخش آخر یک نمونه از PLC K5 به همراه کارت‌های افزایشی نمایش داده شده که از این قسمت کناری به PLC متصل میشن این کارت‌ها یا ماژول‌های افزایشی، که اولی ماژول ورودی دیجیتال هست که با حرف آی هم نمایش داده شده، 8 تا پایین 8 تا بالا 16 تا ورودی دیجیتال به PLC ما اضافه شده که میتونیم در برنامه‌ها ازشون استفاده کنیم و این ماژول هم ماژول خروجی دیجیتال هست. این ماژول خروجی دیجیتال هم تقریباً 8 تا هست، 4 تا بالا 4 تا پایین، 8 تا خروجی دیجیتال هست که میتونیم انشاب بگیریم و در برنامه از این خروجی ها استفاده کنیم. اگر این کشوها رو باز کنیم میتونیم سیم کشیامون رو از این قسمت انجام بدیم. این بود از بخش معرفی مقدمه و ساختمان PLC های کینکو. در بخش های بعدی وارد محیط برنامه نویسی میشیم و آموزش برنامه نویسی رو شروع میکنیم.
با سلام مجدد خدمت دوستان عزیز، در بخش دوم از آموزش میخوایم وارد محیط برنامه نویسی بشیم و آموزش برنامه نویسی رو شروع کنیم. نرم افزار مورد استفاده برای PLC های کینکو، نرم افزار کینکو بیلدر با ورژن 6.3 هستش که در ابتدا اجازه بدید که برای ورود به بخش سخت افزار من یک پروژه جدید رو ایجاد کنم. برای ایجاد پروژه جدید از منوی فایل گزینه نیو پروژکت رو انتخاب می‌کنیم و محل ذخیره رو اینجا میتونید انتخاب کنید و گزینه سیو رو می‌زنید. پروژه جدید که ایجاد شد یه همچین محیطی براتون باز میشه که شما میتونید برنامه نویسیتون رو انجام بدید و یا سخت افزارتون رو پیکربندی کنید. قبل از اینکه وارد محیط برنامه نویسی بشیم ما میخواییم پیکربندی سخت افزار رو انجام بدیم. در نتیجه از قسمت کانفیگوریشن هاردویر رو انتخاب می‌کنیم تا محیط سخت افزار رو برامون نمایش بده. در این قسمت خودش به دلخواه یک CPU رو انتخاب کرده و در ردیف قرار داده. من این رو پاک می‌کنم چون می‌خوایم پیکربندی رو خودمون انجام بدیم و CPU رو خودمون انتخاب کنیم. در قسمت بعدی وارد HW کاتالوگ میشم و اینجا CPU ها و سری های مختلف PLC های کینکو وجود داره که اگه اینا رو جمع و جور کنیم به این شکل نمایش داده شده که در انواع مختلف K3, K5, K2, KS, KW و HMI PLC هستند. PLC های سری K2, K3 که عرض کردیم در حال خروج از رده تولید هستند و دوباره در بخش قبلی عرض کرده بودیم که تمرکز ما در این آموزش بر روی PLC های سری K5 خواهد بود. در نتیجه من PLC های سری K5 رو اگه باز کنم سه تا گزینه برام نمایش میده: CPU، ماژول های دیجیتال و ماژول های آنالوگ که تک تک اینا رو میخوایم با همدیگه بررسی کنیم تا ببینیم به چه صورت هستش. برای پیکربندی سخت افزار شما در ابتدا باید CPU مورد نظر خودتون رو انتخاب کنید. در نتیجه من وارد بخش CPU میشم. اینجا CPU با مدل های مختلف رو برام نمایش میده که به دلخواه میخوایم یکی رو انتخاب کنیم و در ردیف قرار بدیم. حالا قبل از اینکه انتخاب کنیم اجازه بدید چند تا از این CPU ها رو با هم دیگه بررسی کنیم. من از اولین CPU شروع میکنم، دو بار کلیک میکنم تا در خط برنامه در ردیف قرار بگیره. در اینجا مشخصات این CPU نوشته شده در قسمت کامنت اگه ملاحظه بفرمایید. این CPU منبع تغذیهش 24 ولت DC هستش، یعنی شما اگه بخواید CPU رو راه اندازی کنید حتما باید ورودیش 24 ولت بهش تغذیه کنید. در نتیجه یک منبع تغذیه جدا نیاز دارید تا برق 220 ولت AC رو به 24 ولت DC تبدیل کنید و PLC تون رو تحریک کنید. و ورودیش 8 تا هست که دوباره از نوع 24 ولت DC هستند و DO یعنی خروجی ها 6 تا هستند و از نوع ریلی. خروجی هامون دو نوع هستند. خروجی ها یا به صورت ریلی هستند یا به صورت ترانزیستوری. خروجی های ریلی که با ریلی نمایش داده شده و خروجی های ترانزیستوری. حالا اجازه بدید یک PLC من در این قسمت قرار بدم که خروجیش به صورت ترانزیستوری باشه. اگه این دومی رو من انتخاب کنم در ردیف قرار بدم خروجیش نوشته شده 24 ولت DC، یعنی ریلی نیست، به صورت ترانزیستوری هست. سایر مشخصاتش دوباره همانند همون CPU اولی هست که ملاحظه می‌فرمایید 8 تا ورودی 24 ولت داره که به صورت DC هست، 6 تا خروجی با این تفاوت که به صورت ترانزیستوری هست و منبع تغذیهش دوباره 24 ولت DC هستش. حالا من این CPU رو هم پاک می‌کنم و یک مدل دیگه‌اش رو در خط قرار میدم. بر فرض مثال این سومی رو انتخاب می‌کنم و در این قسمت آپلودش می‌کنم. اگه دوباره بیایم در بخش کامنت مشخصات این CPU رو بررسی کنیم، همونطور که ملاحظه می‌کنید این CPU منبع تغذیه‌اش AC 220 ولت هستش، یعنی این CPU با برق شهری به راحتی تغذیه میشه و میتونید ازش استفاده کنید. علاوه بر این PLC هایی که با برق شهری تغذیه میشن در داخل خودشون یک نوع مبدل دارن که میتونید به عنوان منبع تغذیه 24 ولت DC نیز ازش استفاده کنید. همونطور که ملاحظه میکنید ورودی هاش 8 تا هستن، دوباره خروجی هاش 6 تا به صورت ریلی. سوال اینجاست که این 24 ولت DC رو از کجا بیارم؟
چون من دوباره دارم از برق شهری استفاده می کنم 220 ولت AC، ولی ورودی هام با 24 ولت DC تحریک میشن. فرض کردم PLC هایی که با 220 ولت AC تغذیه میشن خودشون در داخل خودشون یه مبدل داره که میتونید ازش استفاده کنید و ورودی خروجی هاتون رو تحریک کنید. اینم PLC مدل 504 سومین PLC بود که بررسی کردیم. حالا اگه بخوایم PLC های دیگر رو امتحان کنیم، مثلا این مدل K504EX، PLC های قبلی همونطور که ملاحظه کردید، اجازه بدید من اینو پاک کنم، دوباره PLC های قبلی رو در خط قرار بدم، نگاه کنید ردیف های دیگرش فعال نیستن، یعنی شما نمیتونید دیگه ردیف دیگه ای بهش اضافه کنید، یعنی نمیتونید ماژول افزایشی بهش اضافه کنید، این قابلیت رو نداره. ولی من اینو پاک میکنم و این مدل رو در خط قرار میدم. ملاحظه کنید این قابلیت رو داره که شما 4 تا ماژول دیگه به PLC تون اضافه کنید. حالا من اگه این PLC رو هم پاک کنم، بیام پایین تر مدل K506 رو قرار بدم، همونطور که ملاحظه میکنید این PLC قادر تا 7 تا، البته خودش یک ردیف رو اشغال کرده، 6 تا ماژول میتونید بهش اضافه کنید. یعنی یک که خودش اشغال شده، 2, 3, 4, 5, 6, 7، یعنی 6 تا ماژول افزایشی رو میتونید به این PLC تون اضافه کنید. یا دوباره من اگه بیام به PLC های پایین تر، بر فرض مثال K506EA با این شماره مدل، این PLC رو اگه ملاحظه کنید میتونید 6 تا ماژول بهش اضافه کنید. حالا دوباره من اینو پاک میکنم و اگه بخوام مدل های دیگر رو امتحان کنم، آخرین مدلش رو امتحان کنم، در خط برنامه قرار میدم و همونطور که ملاحظه میکنید 12 تا ماژول افزایشی میتونید به این PLC اضافه کنید. یعنی هر چقدر پایین تر میاید قابلیت افزایش ماژول بیشتر و بیشتر میشه. این بود از CPU های مختلفی که بررسی کردیم. حالا من اینو پاک میکنم، فرقی نمیکنه، به دلخواه یک CPU انتخاب میکنم و با این شماره مدل در ردیف اول قرار میدم که از نوع 24 ولت DC هستش، منبع تغذیهش 14 تا ورودی دیجیتال داره، دوباره 24 ولت DC و 10 تا خروجی به صورت ریلی. از بخش CPU خارج میشم، میخوایم بپردازیم به ماژول های دیجیتال و ماژول های آنالوگ. ابتدا تفاوت دیجیتال با آنالوگ رو عرض کنم خدمتتون. دیجیتال شما تصور کنید یک شستی دارید که میخواید تحریکش کنید. این شستی دو حالت بیشتر نداره. در حالتی که شما تحریک میکنید سیگنال 1 رو میفرسته، در حالتی که دستتون رو از شستی بیارید حالت 0 رو نشون میده، یعنی در حالت وصل 1 و در حالت قطع 0 رو نشون میده. به این حالت حالت دیجیتال گفته میشه، یعنی به صورت ریاضیوار اگه بررسی کنیم به این حالت حالت گسسته گفته میشه. حالا واژه آنالوگ چی هست؟ آنالوگ از کجا گرفته شده؟ آنالوگ به صورت ریاضیوار اگه بخوایم بررسی کنیم یعنی حالت پیوسته. شما فرض کنید میخواید یک دمای محیط رو اندازه بگیرید. دما به صورت متغیر دیگه، هر لحظه ممکنه تغییر کنه و به صورت اعشاری هم حتی باشه. بر فرض مثال دما ممکنه یک لحظه 22 باشه، لحظه دیگر 23، 23.5 و غیره و غیره. یعنی آنالوگ این حالت‌ها رو گفته میشه که شما در هر لحظه هر مقداری میتونید داشته باشید، برخلاف حالت دیجیتال که فقط 0 و 1 داره. آنالوگ در واقع هر مقداری رو در بر میگیره. حالا میخوایم بررسی کنیم که ماژول‌های دیجیتال و آنالوگ چی هستن و کجا کاربرد دارن. ما CPU رو انتخاب کردیم با 14 تا ورودی دیجیتال و 10 تا خروجی ریلی. شما بر فرض مثال یه برنامه نوشتید که همه این ورودی هاتون رو استفاده کردید. دیگه هیچ ورودی ندارید. ولی همونطور که در بخش اول گفتم ممکنه شما بخواید خطتون رو گسترش بدید. در نتیجه به ورودی های بیشتری نیاز پیدا خواهید کرد. شما برای اینکه بتونید دوباره از PLC استفاده کنید، یک ماژول و یا کارت به PLC تون متصل می‌کنید و PLC رو گسترش میدید و برنامه‌تون رو دوباره از اول می‌نویسید. ماژول دیجیتال اینجا کاربرد داره. اگه من وارد این بخش بشم، مدل‌های مختلف ماژول‌های دیجیتال رو در این قسمت ملاحظه می‌فرمایید. اگه رو هر کدوم از این ماژول‌ها نگاه دارید، نوشته شده مشخصاتش. بر روی این ماژول نوشته شده 8 تا ورودی داره به صورت 24 ولت. یعنی شما اگه در برنامه‌تون به ورودی دیجیتال نیاز داشته باشید،
از بخش دیجیتال ماژول میاید این قسمت و این ماژول رو انتخاب میکنید و در ردیف دوم قرار میدید. الان ورودی های شما از 14 تا گسترش پیدا میکنه به 22 تا، چون 8 تا ورودی دیجیتال دیگه بهش اضافه کردید. یا نه، شما به این نیاز ندارید. شما ورودی نیاز ندارید، خروجی نیاز دارید. خب در نتیجه میایید پایین تر، نگاه کنید اینجا دی آی ان دیگه، اینا باید بیاید پایین تر دی او رو پیدا کنید. همونطور که ملاحظه میکنید سومیش دی او هست. این دی او 8 تا خروجی ترانزیستوری بهتون میده. حالا اگه بخواید ریلی باشه دوباره میایید پایین تر تا خروجی رو پیدا کنید که به صورت ریلی باشه. نگاه کنید این خروجی 16 تا خروجی ریلی رو بهتون میده. اگه اینو انتخاب کنید در خط قرار بدید، خروجی هاتون از 10 به 26 گسترش پیدا میکنه، چون 16 تای دیگه بهش متصل کردید. به این ترتیب ماژول های دیجیتال رو میتونید به PLC تون اضافه کنید و برای گسترش برنامه ازشون استفاده کنید. حالا من اینو پاک میکنم، همون اولی که بر فرض مثال ما ورودی کم داریم، من همون اولی رو انتخاب میکنم، در خط قرار میدم. اگه روش کلیک کنم اینجا میگه آدرس هاتون از کجا شروع بشه. شما نمیتونید پایین تر بیاید. چرا؟ چون پایین ترش رو CPU خودش اشغال کرده. شما فقط میتونید از 2 شروع کنید و برید بالاتر. از 3 میتونید شروع کنید، از 4 میتونید، از 5 و بالا و بالاتر هم میتونید برید. ولی از 2 پایین تر بیاید تداخل حافظه رخ میده و در برنامه با خطا مواجه خواهید شد. در نتیجه همون پیش‌فرض خودش 2 رو قرار میده، میتونید از 2 شروع کنید و آدرس دهی ها رو انجام بدید. اگه من برگردم رو خود CPU کلیک کنم، اینجا خودش برای ما نمایش داده آدرس ها از i0.0 شروع میشن و به i2.7 خاتمه پیدا میکنن و فیلترهاش هم که زیاد باشون سر و کار نداریم. اینم آدرس خروجی هامون هست، کیو ها هست. همونطور که ملاحظه کردید 10 تا خروجی داشتیم که اینجا 8 تا و 2 تای پایینی میشن 10 تا نمایش داده شده. و قسمت های دیگر پورت های ارتباطیمون هست که اولویت بندی شدن اینجا که شما از کدوم پورت میخواید استفاده کنید و به بخش های دیگرش که دوباره در این آموزش باشون سر و کار ندارید. من یک ماژول دیجیتال اضافه کردم و در خط قرار دادم. حالا بر فرض مثال شما میخواید دما رو هم اندازه بگیرید. برای اندازه گیری دما نمیتونید از ماژول های دیجیتال استفاده کنید. خود CPU که انتخاب کردید هم ماژول آنالوگ یا ورودی آنالوگ نداره. همونطور که ملاحظه میکنید فقط ورودی خروجی دیجیتال داره، یعنی فقط دی آی و دی او هستن. برای اینکه بتونید دما رو اندازه گیری کنید باید وارد بخش ماژول های آنالوگ بشید. در بخش ماژول های آنالوگ شماره مدل های مختلف برای ماژول های آنالوگ رو ملاحظه میفرمایید که من به بررسی تک تکشون میپردازم. اولی آنالوگ اینپوت، نگاه کنید 4 تا ورودی آنالوگ داره که به صورت 4 تا 20 میلی آمپر، 0 تا 20 میلی آمپر، 1 تا 5 ولت یا 0 تا 10 ولت میتونید ازش استفاده کنید. برای اندازه‌گیری دما ما از سنسورهای PT100 معمولا استفاده میکنیم که اینجا ملاحظه میکنید سومین ماژول یا کارتمون که 4 تا ورودی آنالوگ داره و از نوع PT100 هست میتونید استفاده کنید و در خط برنامه قرار بدید. همونطور که ملاحظه میکنید اینجا مشخصاتش نوشته شده 4 تا ورودی آنالوگ به صورت PT100 برای اندازه‌گیری دما میتونیم ازشون استفاده کنیم. کارت‌های دیگه هم همونطور که ملاحظه میکنید به صورت ولتاژی و جریانی هستن که کاربرد خاص خودشون رو دارن. به این صورت یک ماژول آنالوگ، ماژول دیجیتال و CPU رو در خط و در ردیفمون قرار دادم. در واقع ما پیکربندی PLC مون رو انجام دادیم، CPU مورد نظر رو انتخاب کردیم، ماژول های مورد نظر. البته این ماژول ها نیاز نیستن، در مواقعی به PLC اتصال پیدا می کنن که بهشون نیاز داشته باشیم. اگه نیاز نداشته باشیم لزومی نداره ما اینا رو در این قسمت قرار بدیم، ولی ما برای اینکه بدونیم در کجا کاربرد دارن هر کدوم رو استفاده کردیم. حالا من اینا رو پاک می کنم، در برنامه ها و در مثال ها و پروژه هایی که می خواهیم بررسیشون کنیم هر یک از این ماژول ها کاربرد خاص خودشون رو دارن و ازشون استفاده میکنیم. تا این قسمت ما پیکربندی سخت افزار رو هم انجام دادیم و CPU مورد نظر رو انتخاب کردیم به دلخواه و در قسمت های بعدی با آموزش برنامه نویسی در خدمت شما دوستان خواهیم بود.
با سلام مجدد خدمت دوستان عزیز، در ادامه آموزش و مقدماتی PLC کینکو میخوایم وارد محیط اصلی برنامه نویسی بشیم و بلوکای برنامه نویسی و عملکرد تک تکشون رو خدمتتون توضیح بدیم. برای این کار از منوی سمت چپ گزینه مین رو انتخاب میکنیم. گزینه مین رو که انتخاب کردیم یه همچین محیطی برامون باز میشه که محیط اصلی برنامه نویسی هستش. در این محیط خودش به صورت پیش‌فرض یک نتورک برامون ایجاد کرده که اگه من بخوام نتورک رو خودم ایجاد کنم، اجازه بدید این نتورک رو پاک کنم. برای ایجاد نتورک جدید از بخش بالا، از نوار بالایی، از این قسمت insert a new network رو انتخاب می‌کنم تا در خط برنامه برام نتورک رو باز کنه. قبل از اینکه از بخش instruction بلوک‌های برنامه نویسی رو خدمتتون توضیح بدیم، می‌خوایم که عملکرد سیمبل‌ها و نحوه تعریف سیمبل‌ها، آدرس‌دهی به برنامه و همچنین شبیه‌سازی برنامه‌ها رو خدمتتون توضیح بدیم. برای اینکه بتونیم شبیه‌سازی برنامه‌ها رو انجام بدیم، یک برنامه بسیار ساده رو من در ابتدا در نظر می‌گیرم که با استفاده از اون سیمبل‌ها رو تعریف می‌کنیم و فرایند رو شبیه‌سازی می‌کنیم. برای تعریف آدرس‌دهی به ورودی‌ها و خروجی‌ها شما این برنامه رو در نظر بگیرید که یک کلید نرمالی اوپن در ورودی قرار داده شده و یک کویل در خروجی، که این نرمالی اوپن میتونه شستی استارت، استوب، سلکتور سویچ یا هر چیزی که در ورودی هست باشه و این کویلی که در خروجی هست میتونه موتور، لامپ و یا هر چیزی که در خروجی قرار داره باشه. اگر من برگردم به بخش هاردویر، در این قسمت CPUی که ما انتخاب کردیم اگه دقت کرده باشید 14 تا ورودی داره و 10 تا خروجی از نوع ریلی و آدرس شروع ورودی ها از i0.0 هست تا i1.5، چون 14 تا ورودی داره اگه به ترتیب پیش بریم جلو از 0.0 شروع میشه تا 1.5. برای خروجی ها هم همونطور که در این قسمت ملاحظه میفرمایید از q0.0 تا q0.7 8 تا خروجی، از Q1.0 و Q1.1 که رو هم میشن 10 تا خروجی که اینجا ما برای CPU انتخاب کردیم. دوباره برمیگردم به بخش برنامه نویسی و محیط برنامه نویسی. در اینجا میخوام ورودی رو آدرس دهی کنم. آدرسی که برای ورودی میخوایم در نظر بگیریم، خب چون شستی در ورودی قرار داره، اینجا ما باید از حرف I استفاده کنیم، چون برای ورودی ها از حرف I استفاده کردیم. حالا آدرسش رو چی بدم؟ گفتم آدرسش رو میتونید از i0.0 بدید تا i1.5، یعنی به غیر از این بازه نمیتونید بیشتر بدید. بر فرض مثال من نمیتونم اینو i2.1 بدم، چون که PLC که انتخاب کردیم CPUش 14 تا ورودی داره و ورودی هاش از i0.0 شروع میشن و به i1.5 خاتمه پیدا میکنن. من به صورت پیشفرض i0.0 رو انتخاب میکنم اولین ورودی و برای این کنتاکت در نظر میگیرم. برمیگردیم به خروجی. اگه من رو خروجی دوتا کلیک کنم، یه همچین پنجره‌ای برام باز میشه. در این پنجره انواع مختلف خروجی رو ملاحظه میفرمایید که این خروجی یک کویل خالی هست که معمولاً از این کویل استفاده میکنیم. برای این برنامه هم من ابتدا اجازه بدید این کویل رو در نظر بگیرم. عملکرد کویل های دیگه که در برنامه ها ازشون استفاده میکنیم رو خدمتتون توضیح خواهم داد. این کویل رو که در نظر بگیریم آدرس میخواد ازمون. آدرس ها برای خروجی ها به چه شکل بودن؟ خب آدرس خروجی ها کیو بود دیگه، اگه یادتون باشه، چون کیو مربوط به خروجی ها بود و خروجی ها رو عرض کردم از 0.0 تا 0.7 و 1.0 و 1.1 میتونید برای خروجی ها در نظر بگیرید. من اینجا دوباره q0.0 رو برای خروجیم در نظر بگیرم و گزینه اوکی رو میزنم. بدین ترتیب آدرس دهی های ما انجام شده. حالا ما باید از بخش متغیرهای اصلی سیمبل ها رو وارد کنیم. وارد متغیرها که بشیم از این قسمت global variable، یه همچین پنجره‌ای برامون باز میشه که اینجا آدرس ها رو وارد میکنیم و سیمبل مورد نظر رو برای اون آدرس در نظر میگیریم. آدرس هامون یکی برای ورودی i0.0 بود و دیگری برای خروجی q0.0 بود. i0.0 مربوط به ورودی میشه. ورودی حالا میتونه شستی باشه یا سلکتور سویچ باشه. من ابتدا اسم این ورودی رو قرار میدم سویچ
و فرض کنید خروجیتون یک موتور هست. از این قسمت سیمبول ها رو هم تعریف کردیم. اگه برگردیم به محیط مین، همونطور که ملاحظه می‌فرمایید در این قسمت برای ورودی اسم سویچ رو وارد کرده و برای خروجی موتور رو وارد کرده. یعنی در واقع با استفاده از متغیرها و سیمبول‌ها شما میتونید برنامه‌ها رو نامگذاری کنید. متغیرها رو نامگذاری کنید و کارتون در برنامه‌های پیچیده بسیار راحت‌تر میشه. در این قسمت سیمبول‌ها رو هم تعریف کردیم. حالا می‌خوایم شبیه‌سازی برنامه رو انجام بدیم. برای شبیه‌سازی برنامه از این نوار بالا این قسمت رو اگر من بزنم یه همچین پنجره‌ای برام باز میشه که در این قسمت ران کنتینیوزلی رو اجازه میدیم که در این حالت باشه و دیگه با سایر گزینه‌ها کاری نداریم و گزینه اوکی رو وارد میکنیم. گزینه اوکی رو که بزنیم در این قسمت یه پنجره جدید برامون باز میشه که میتونیم شبیه‌سازیمون رو انجام بدیم. سویچ ما آدرسش i0.0 و موتور ما آدرسش q0.0 بود. برمیگردم به محیط مین. در این قسمت i0.0 این هست، این هم مربع اولی، q0.0 هم مربوط به این مربع میشه. اگر من سویچ رو فعال کنم و سویچ رو ببندم ببینیم چه اتفاقی میفته. اگر من این سویچ رو بزنم قاعدتا این مسیر جریان برق برقرار میشه و موتور ما روشن میشه. اگر من سویچ رو بردارم قاعدتا موتور باید خاموش بشه. حالا من اجازه بدید از حالت شبیه‌ساز خارج بشم و روی این کویل کلیک میکنم. وارد این محیط که بشم من میخوام عملکرد کویل ست رو خدمتتون توضیح بدم. اگر من ست رو وارد کنم دوباره اوکی بزنم و دوباره حالت شبیه ساز رو فعال کنم، این دفعه ببینیم عملکرد به چه صورته. اگر من i0.0 رو تحریک کنم قاعدتا موتور روشنه دیگه، چون جریان برق برقرار هستش. اگر من سویچ رو بردارم موتور من دیگه خاموش نخواهد شد. چرا خاموش نشد؟ چون ما اینجا به جای کویل خالی کویلی آوردیم که ست هستش، یعنی این کویل خاصیت اینو داره که به صورت لحظه‌ای با ورودی ارتباط برقرار کنه. چجوری؟ وقتی که من سویچ رو میزنم این موتور، این کویل به صورت لحظه‌ای عمل کرده این سویچ رو میگیره، دیگه بعد اون کاری نداره سویچ روشنه یا خاموش، به صورت لحظه‌ای این فرایند رو میگیره و به صورت دائم روشن باقی میمونه. دوباره اجازه بدید من از حالت سیمولاتور خارج بشم، حالت شبیه ساز، و یک نتورک جدید ایجاد میکنم. برای این نتورک آدرس i0.1 رو وارد میکنم و برای خروجیم از کویل ریست استفاده میکنم. آدرسش رو هم میتونم q0.1 وارد کنم. گزینه اوکی رو میزنیم. حالا من سیمبول ها رو تعریف نمی کنم، فقط میخوام عمل کرده کویل های ست و ریست رو خدمتون توضیح بدم. دوباره اگه ما اینو به حالت سیمولاتور ببریم run continuously، من در ابتدا i0.0 که مربوط به این سویچ هست رو میزنم و بعد از مدتی بر میدارم اینو. موتور ست هست دیگه، موتور همچنان روشن، اینجا ملاحظه میکنید تیکش فعال هستش. i0.1 ببینیم چه کاری انجام میده. اگر من i0.1 رو تحریک کنم، البته اینجا یه مشکلی پیش اومد، اجازه بدید از حالت سیمولاتور اینو بردارم. مشکلی که اینجا پیش اومد این هست که من آدرس این ریست رو هم باید موتور بدم دیگه، موتور q0.0، چون میخوایم موتور رو ریست کنیم. ما با استفاده از این سویچ موتور رو ست کردیم، با استفاده از این شستی میخوایم موتور رو ریست کنیم. پس دوباره اینو به حالت سیمولاتور میبرم و ران کنتینیوزلی. در این حالت شبیه ساز سویچ رو که بزنم بردارم موتور q0.0 روشنه دیگه، آبی باشه یعنی نگاه کنید تیکش فعاله، روشنه. اگر من i0.1 رو بزنم خب قاعدتا موتور من خاموش خواهد شد. یعنی برای کویل هایی که به صورت ست ریست هستن، اگر کویلی انتخاب کنید که به حالت ست باشه حتما باید ریستش رو هم بیارید، چون این موتور به صورت دائم روشن باقی میمونه. باید یک شستی دیگر هم بیارید که بتونه این موتور رو خاموش کنه.
البته تمرکز ما در این بخش بر روی شبیه ساز و همچنین سیمبل ها بود. در بخش های بعدی وارد بلوک های برنامه نویسی میشیم و عملکرد بلوک ها رو به صورت مختصر خدمتتون توضیح خواهیم داد.